درود بر بینندگان و شنوندگان پادکست سکولار دموکرات ها. بیژن آتشین جان هستم، عضو این حزب و مسئول تولید پادکست های هفتگی برای دفتر انتشارات حزب. این 47مین برنامه از دوره سوم پادکست های ماست که تقدیم حضورتون میشه. همونطور که میدونید هفته گذشته سند موسوم به پیمان نوین یک ساله شد. ما سکولار دموکرات ها از این سند حمایت میکنیم و به همین دلیل هم اگر خاطرتون باشه پادکست هفته پیش رو به بررسی نتایج صدور این سند اختصاص دادیم. علاوه بر این، مهستان جنبش سکولار دموکراسی هم در برنامه این هفته خودش با دعوت از نمایندگان سازمان های حامی پیمان نوین به بررسی چند و چونه این موضوع پرداخت. یکی از سخنران‌های این نشست آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان سرشناس بودند که البته به جای پرداختن به مفاد پیمان نوین بحث خودشون رو به موضوع اختصاص دادن که ما حیفمون اومد قسمتی از پادکست خودمون رو به اون موضوع اختصاص ندیم. به این قسمت از سخنان ایشون در مورد اپوزیسیون و توسعه توجه کنید و بعد هم مثل همیشه با هم سری به نشست حزب می‌زنیم تا ببینیم در اتاق بحث حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این مورد چه نظراتی ابراز میشه. با هم ببینیم. اعتراف بکنم که من انتظار نداشتم سخنران باشم، برای اینکه در جمع صاحب نظران سیاسی که عموما نمایندگی احزاب را دارند عرض کنم یک اقتصاددان حرفی نباید بزنه و باید در حد خودش بشینه، ولی حالا که دعوت فرمودی چند نکته را عرض کنم از زاویه دید خودم. ببینید، در علم اقتصاد و در علم مکانیک فیزیک نخستین کاری که باید بکنیم این است که بگیم این سیستم کجاست، یعنی ما کجاییم و دریابیم که چرا و چگونه اینجاییم. بعد از اون بتونیم تعریف کنیم که کجایی میخواییم برسیم. بعد بگیم راه کدام است، یعنی مقصد تعریف شده، راه، و بعد از اون توشه راه چیست. با این آمادگی میشود به راه افتاد. پس مسئله من اینطوری عرض میکنم، با تجربه‌ای که در علم اقتصاد داریم و با مطالعه که طی 15-16 سال گذشته روی حدود 15-20 کشور در حال توسعه انجام دادیم، یه نکته مسلم شده برای من به اون این که جریان رشد اقتصادی منظورم یک جریان مهندسی است، یعنی فرمول داره، مدل داره، و اگر ما بتونیم عوامل تولید رو، کار و زمین و سرمایه و تکنولوژی و مدیریت رو به طرز مناسبی با هم درآمیزیم به رشد میرسیم. این مشکل ترین کار نیست. جریان رشد ممکنه 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از اون به دستانداز میخوره. اون دستانداز رو میگیم the critical point. در اون پوان کریتیک هست که باید نیروهای جدیدی وارد این سیستم بشه که بتونه این سیستم رو کمک کنه که بلند شه، یعنی به خیز این سیستم کمک، مثل بلند شدن هواپیماست، با موتوری را میفته، در رانوی راشو میره، سرعت میگیره، برای بلند شدن باید نیروی بیشتری وارد بشه که بتونه بلند شه. اگر بلند نشه ممکنه بشکنه، عقب بیفته. در این مرحله، یعنی فاصله بین رشد و توسعه، که تحول کیفی است، اسم این رو نظریه پردازان اسامی متفاوت گذاشتند. مثلا تامس کون اسمش گذاشته پارادایم شیفت. در اون مرحله اگر شیفت پارادایمیک، یعنی دگرگونی در بنیادهای اندیشه صورت نگیره، ممکنه اون نظم در هم بریزه و دستاوردهای رشد هم به هم بخوره. به اونجا که میرسه معمولاً مهندسان رشد باید پیشبینی این کار رو کرده باشن و آمادگی های لازم رو فراهم آورده باشن. قطعاً مجالی برای توضیح نیست، ولی عرض بکنم، خیلی مختصر عرض کنم، وقتی به اون مرحله تحول کیفی میرسه، موانعی که در برابر توسعه قد علم می کنند از جامعه سنتی برمیخیزه، برای اینکه لازمه توسعه دگرگون شدن مفهوم فرد هست، زاییده شدن فرد مستقل منفرد صاحب حق.
این فرد صاحب حق آزادی بیشتر می طلبد، حقوق برابر می طلبد، برابری زن و مرد لازم میاد، خانواده از حالت گسترده به حالت هسته‌ای در میاد و این مقاومت اخشار کهن رو برمی انگیزاند. در اینجاست که نیروهای ترقی‌خواه جامعه باید پیشاپیش بسیج شده باشند، وارد میدان بشند. اگر در این نکته خطا انجام بگیره، سبب می شود که این سیستم و اون رشد به دست آمده از هم بپاشه. داستانی که دقیقا در مورد ایران اتفاق افتاد، یعنی درست در لحظه ای که باید نیروهای ترقی‌خواه بسیج می شدن، وارد میدان می شدن، فضای تنفسشون بسته شد. در نتیجه اون نیروهایی که از متحول شدن یک جامعه به صورت جامعه مدرن امروزین نگران بودند، اینها به پا خواستند و جلوی اون رشد رو گرفتن. نتیجه این فقط تعریف میکنه که ما کجا هستیم و چرا اینجا هستیم. صحبت بر سر این است که میخواییم کجا برسیم. غایت قصوای توسعه رسیدن به جامعه مدرن در معنای امروزی است، یعنی جامعه‌ای که در اونجا حقوق مالکیت افراد، اون مالکیت که از کار و تولید و ابتکارش به دست میاد، آزاده، یه دستگاه قضایی برای تضمین امنیت افراد و کسب و کار رو وجود داره که دستگاه قضایی چابک و دستیابی است و پاکیزه است، اون وقت عواملی که به صحت و سلامت جسم و روح انسان نظیر دانش طب، وجود سرویس‌های بهداشتی، بهداری، اینا قابل دسترس عموم هستند، اینا شرایط اساسی است. در مطالعاتی که در اقل من میتونم از 10 کشور نمونه بدم که چگونه اینا رو تأمین کردن، فقط گذرا بگم سنگاپور فقط در 4 رشته دکترا میداد: رشته طب که مربوط به سلامته، رشته مهندسی که برای هر نوع کار ضروری است، رشته حقوق که ضرورت زندگی در جامعه آزاده، و رشته اقتصاد که برای هر نوع محاسبه پروژه ها ضروری است. در اینا دکترا میداد، در هیچ رشته دیگری دکتری نداشت تا توسعهش تامین شد. با این قضیه برگردم که ما در آغاز یک راه هستیم. در این آغاز راه که به هر تقدیر در اینجا هستیم، یعنی هیچ ضرورتی نداشت که ما اینجا باشیم، ما باید از این 40-45 سال پیش گذشته باشیم، حالا اینجاییم. خب در اینجا مطالعاتی که روی اپوزیسیون انجام گرفته و کسان زیادی زحمت کشیدن روی این مطالعات، دستاوردش اینه که اپوزیسیون ایران یک موانع ذهنی داره و این موانع به حق میترساند اونها رو که دست به دست هم بدن با هم بشینن. یکی از اینا ترس از استبداد است، یکی از اینا مخالفت بخش بزرگی اگر نه همه در اپوزیسیون با قدرت ها و منصب های موروثی است، یکی از اینا ترس از آشفتگی است اگر نظام اسلامی از میان برخیزد. اینم از اونجا ناشی می شود که جانشین و بدیلی برای او معرفی نشده، و این دلیل معرفی نشدن این است که اپوزیسیونی که بتونه دست به دست هم بده در میدان نبوده. پس ملاحظه میکنید اینا تبدیل شدن به گرهگاه. این گرهگاه رو در سهم خودشون شاهزاده پهلوی با این بیانات خودشون سعی کردن حل کنن، یعنی گفتند که طالب پادشاهی موروثی نیستن، اصولا طالب هیچ مقام غیر منتخب نیستن و هر نظامی باید نظام سیستم محور باشه بر بنیاد احترام به عقاید و اراده مردم. نتیجه این چند 10 سال نیاز به تکرار نداره دوستان شما. من در این زمینه علاقمند بود، اگر مجالی بود در اون زمینه صحبت بکنم. اون این که ببینید بعد از 42-43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، امروز سهم هر ایرانی از تولید ملی دست کم به اندازه 1/3 کاهش پیدا کرده.
از جمعیت 84 میلیونی حدود 50 میلیون زیر خط فقرند، حدود 23-25 میلیون زیر خط فقر مطلقند. ارزش پول ملی به 1/3 کاهش پیدا کرده. سهم ایران در مراودات جهانی تجاری که قابل سنجشه به کمتر از 0.4% نزول کرده، در حالی که میزان جمعیتش 1.2% جمعیت جهان. اهمیت پاسپورتش همه دوستان ملاحظه کردند، تجربه کردند. اهمیت پاسپورتش این است که این کشور در ردیف پایین درجه‌بندی ها قرار داره و پاسپورت ایران نه فقط اعتباری نمیاره، بلکه صاحب پاسپورتو در هر مرزی مورد سوء زن قرار میده. من خودم ضمن این که به عنوان پروفسور برای سخنرانی دعوت شدم به دانشگاه، در آمریکا جلومو گرفتند و حدود 2.5 ساعت سوال و جواب که آخرین باری که به ایران رفتی کی بوده، برای اینکه در پاسپورت شما می نویسند محل تولد ایران. در نتیجه تا نگرانی رفع نشد اجازه ندادم وارد بشم. این تجربه را همه دوستان دارن. به این ترتیب ما راه طولانی در پیش داریم. آخرین نکته را عرض میکنم، عرضمو تموم کنم. رسیدن به توسعه راهی است طولانی، برای هیچ ملتی کوتاه نبوده. آلمان از جنگ 30 ساله گذشت و حدود 45% جمعیتش در اون جنگ کشته شدند. انگلستان از اصلاحات بسیار خشن الیزابت اول گذشت که تکانهای بزرگی در جامعه وارد کرد. ما در این شرایط و در این از خوشبختانه نیاز به اون همه فشار نخواهیم داشت، ولی بدون نیروهای منسجم توسعه به دست نمی آید. برای اینکه برای توسعه اون تحول پارادایمیک، تحول در بنمایه ها ضروری است. از این نظر اپوزیسیون نیازمند نوسازی تئوریک خودش هست، برای اینکه بدون آگاهی به اون و با امیدواری صرف نمی شود به توسعه رسید. باید مکانیزم توسعه رو دقیقاً اپوزیسیون باید جذب کنه که از چی داریم صحبت میکنیم. گنجینه طوری که اپوزیسیون باید اطلاع پیدا کنه و بعد باید بتونه وارد هماهنگی میدانی با مردم بشود. و آخرین سخنم این میتونه باشه که جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، برای گذر از این راه باید از تمامی موانعی که میتواند مسافر رو سنگین بکنه و نتونه بگذره باید از اونا خالی شد و با عرض کنم دل و فکری آسوده و عرض کنم روشن برا افتاد. آقای شمس‌الدین دارابی، بفرمایید، وقت در اختیار شماست. سلام عرض می‌کنم خدمت هموندان عزیز و بینندگان و شنوندگان محترم. می‌دونیم امروز کشور ما دارای مشکلات عدیده‌ای هستش در عرصه داخلی، در بخش اقتصاد، فساد سیستماتیک و نابرابری رو داریم. در عرصه خارجی هم امروز می‌بینیم که ارزش پول ملی ما دچار فروپاشی شده. همچنین خبری که در خبرگاه سکولار دموکرات ایرانیان به تازگی منتشر شده، شاخص اقتصادی آزادی که توسط یک اندیشکده کانادایی به نام فریزر انجام شده، ایران از 165 کشور در رتبه 160 قرار گرفته و سایر نکاتی که جناب دکتر منصور هم اشاره داشتن. به نظر من دلیل چنین فجایعی اهم از داخلی و بین المللی بدون شک وجود یک حکومت مذهبی استبدادی هستش، چرا که در حکومت‌های اینچنینی استانداردها تغییر کرده و مدلی رو که مطلوب خودشون هستش که همون
بازگشت یا ارتجاع هستش ارائه میده. داشتن زندگی مدرن همراه با رفاه اجتماعی حق فرد فرد ایرانیان هستش و به نظر من برای رسیدن به این هدف قدم اول انحلال این حکومت هستش که احزاب و نهله‌های سیاسی میتونن زیر یک چتر مثلا پیمان نوین با هم این کار رو دنبال کنن. ببخشید. و هدف غایی هم برقراری یک حکومت سکولار دموکرات فارغ از شکلش هستش. به نظر من بعد از این کشور در مسیر شکوفایی قرار میگیره. با تشکر از وقتی که به من دادین سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. وقت بعدی آقای امیر جوانپیکر، بفرمایید. خواهش میکنم، میکروفون در اختیار شماست. بله، درود میگم خدمت هموندان عزیزم و همه کسانی که تماشاگر این برنامه های پادکست از سکولار دموکرات ایرانیان. مبحثی رو که جناب آقای منصور در مهستان دیروز مطرح کردن و ما امروز بخشی از اون به صورت ویدئو دیدیم، خب دوتا محور سیاسی و اقتصادی داشت. تخصص ایشون اقتصاد، طبیعتاً بیشتر متمرکز شدن روی توضیح وضعیت اقتصادی ایران از دیدگاه رشد و توسعه، چه در قبل از انقلاب 57 و چه در پس از انقلاب، و در همون معانی این که ما کجا هستیم، کجا بودیم و کجا باید باشیم یا میخواییم بریم. خب در زمین و بعد از این قضیه اقتصادی، از این تحلیل اقتصادیشون رفتن به سمت تحلیل سیاسی که طبیعتاً فقط یه برخورد همه جانبه‌ای به کلی به اپوزیسیون بود و یه بخشی هم در به جامعه. من نمیخوام از نظر به اصطلاح جناح بندی یا اون تولرانس بین دو تا مشخصه قرارداد اجتماعی و آزادی طبیعت انسان این صحبت ها رو بررسی بکنم که ایشون مثلا در چه برداری سخن گفتن، ولی اون چیزی که واقعا روشن بود در رابطه با تز رشد و توسعه بود. ایشون معتقد بودن که ما رشد رو داشتیم به عنوان حرکت اولیه یک هواپیما، ولی توسعه رو به عنوان تیک آف نداشتیم و نیروهای سنتی مذهبی باعث شدن که این جلوی این توسعه گرفته بشه و این پرواز اینجا تیک آف گرفته بشه و هواپیما با حالا یا سرنگون بشه یا کراش کنه یا معنی دیگه از حرکت بیفته. خب به قول آقای دکتر نوری الهادی از جایی فرمودن که اون هواپیما یه خلبان هم داره، فقط مسئله نیروها و تیکاف و اینا نیست، اون بعضی موقع خود خلبان هم مقصره در این قضیه، یعنی مؤثره. خب این هم برمیگرده اتفاقا به همون تفکر سیستمی که اجزای سیستم همواره مهم هم در اندازه خود سیستم مهم هم اهمیتشون در سیستم مشخص. هر مهره شخصیت درسته که شخصیت مستقل خودشو داره، ولی در رابطه با سیستم همون اندازه سیستم مهم. و اینکه به هر حال اپوزیسیون ما باید تن بده به این قضیه. البته اینو من فراموش کردم اول سخنم بگم، آقای دارابی هموندمون خیلی خوب اشاره کردن مسئله سر پیمان سالگرد پیمان نوینی که شاهزاده رضا پهلوی سخن گفته بود و میخواستیم ببینیم واقعا نقش این پیمان نوین در همبستگی جناح‌های مختلف اپوزیسیون یا به قول آقای دکتر اون کبوترها با کبوترها، همجنسها با همجنسها چه اندازه مؤثره و چطوری میتونه کار بکنه. و ایشون اشاره هم داشت به اون، آقای منصور اشاره داشت به همون پیمان نوین و سخنان شاهزاده که میگفتن که ما لازمه که این نیروها رو بیان و
ملحق بشن به اون چیزی که هدفی که یا اون راهی که به سوی اون هدفی میره که آقای منصور میگن اونجایی که میخواهیم برن، یعنی توسعه. ولی مشکل ما اینه که یه دیوار خیلی بلندی جلو، اون دیوار بلند این حکومت توتالیتر مذهبی اسلامی و هر تئوری و هر نقشه راهی منوط میشه به گذر از این دیوار. اتحاد کمونیست اپوزیسیون در خارج کشور یا در درون کشور یک بخش کوچکی، از نظر من یک بخش کوچکی از این مسئله است. بخش عمدش فعالیت خود جامعه است، دخالت خود جامعه یا پاسخی که جامعه باید بده به این داستان، خود مردم باید پاسخ بدن بید. و مردم هم فقط توده نیست، ما نظرمون به اون توده بیشکل مردم نیست، ما نظرمون به اون بخش الیت روشنفکرای جامعه هست، سیاست کسایی که سیاسی هست به قول من تفکر سیاسی دارن، اونا چطوری باید پاسخ بدن، عمل کرده اپوزیسیون چگونه باید باشه که بتونه اون پاسخ رو جلب بکنه. من شخصا نظرم در رابطه با مسئله پیمان نوینم این بود که این وسط یک سهم عظیمی از این مسئولیت به دوش شاهزاده رضا پهلویه برای ساختن اون آلترناتیو. همونطور که من در آخرین سخنرانی ایشون، من نمیدونم این سخنرانی که من شنیدم مال گذشته بود یا جدید بود، ولی در اون سخنرانی ایشون به صراحت اعلام کرد که باید این اتحاد تشکیل بشه در اپوزیسیون، باید دولت موقت تشکیل بشه، باید رهبری و مدیریت بشه اون تمام واکنش‌های مدنی درون جامعه. خب من فکر کنم بحث توسعه و رشد و توسعه یا در اصطلاح آقای مهندس قراچه‌داری شکوفتگی، شکوفایی جامعه ما همه جور تئوری و آدمش هست، ولی این مشکل رو از سر راه برداشتن هنوز اون رستمش پیدا نشده که این دستی بالا بزنه و این آلترناتیو رو بسازه. من تا اینجا بس میکنم و خیلی سپاسگزارم از شما خانم قیاسم. خیلی ممنون آقای جوان پیکر. خانم سارا فرزاد بفرمایید. بله، منم درود و عرض و ادب دارم خدمت همه دوستان شرکت کننده در پادکست و بینندگان عزیزی که شاهد این برنامه هستن. از اونجایی که نگاه آقای دکتر منصور یک نگاه توسعه محور هست، به نظر میرسه که در بحث بررسی و بحث‌های چالشی اپوزیسیون هم ایشون باز محوریت توسعه رو خیلی هایلایت کردن و مورد توجه قرار دادن. برای همون اشاره دقیق ایشون به این که بدون وجود نیروهای تحول خواه که به کمک پارادایم شیفت میان، که همون منظورشون تحول فکری بنیادین هست، در واقع این توسعه اتفاق نمیفته و از اپوزیسیون دعوت کردن و خواستن که یک نوسازی تئوریکی در مکانیسم جذب توسعه داشته باشن. من توجه میدم دوستان رو به این کلید واژه‌هایی که ایشون پشت سر هم به کار بردن. نوسازی، اپوزیسیون نیازمند نوسازی تئوریک مکانیسم توسعه است، در واقع نوسازی تئوریک مکانیسم توسعه را جذب کنند، نه اینکه اپوزیسیون تئوری مکانیسم توسعه رو ندونه، بلکه گفته اپوزیسیون نیاز داره که تئوری مکانیسم توسعهش رو نوسازی بکنه. این دو تا مشکل رو برای اپوزیسیون تعریف کردن و دو تا ضرورت تعریف کردن، یکی اینکه تئوری مکانیسم توسعه رو جذب بکنن، جذب توسعه رو در واقع بازسازی بکنن، نوسازی بکنن. به نظرم میرسید که منظورشون این هستش که یک تئوری جدیدی برای
توسعه در واقع بازسازی بکنن اون تئوریاشون رو. من خودم این عبارت رو دلم میخواد در موردش صحبت بشه، اصلا ببینیم که منظور از نوسازی چیه، منظور از تئوری مکانیسم توسعه چیه و منظور از جذبش چیه، که من فکر میکنم در یک جلسه لازم باشه که ایشون بیاد اینو توضیح بده، چون این رو به عنوان خلأ تئوریک اپوزیسیون نام بردن. و دیگه اینکه ارتباط میدانی گفتن با مردم بیشتر بشه. این دوتا رو در واقع اینها ایشون برای مشکلاتی که اپوزیسیون باش مواجه هست مطرح کردن. در بحث تئوریک از ایشون سوال کردیم که مد نظر شما چه تئوری هایی هست، که انتظارمون این بود که بیشتر تئوری سیستم ها رو مطرح بکنن، که البته خب ایشون تئوری سیستم ها رو هم اشاره کردن، اما خب به خلاهای دیگه‌ای در واقع اشاره کردن، از جمله اینکه اپوزیسیون ما تاریخ ایران رو خوب نمی‌شناسد، فرهنگ رو خوب نمی‌شناسد. و من فکر می‌کنم عمده دیدگاه ایشون این هستش که اپوزیسیون باید یک خونه تکونی بکنه در مورد تئوری‌هایی که نسبت به توسعه داره، و توسعه‌ای که مد نظر آقای منصور هست توسعه‌ای هستش که در اون فردیت فرد به یک نوزایی میرسه. در واقع جامعه مدرن و جامعه‌ای تعریف میکنه که در اون فرد دارای حقوق برابر، برابری جنسیتی، برابری در واقع از نظر حقوق برابری حقوق شهروندی و اینها هستش. و من فکر میکنم که نظر ایشون این هستش که اپوزیسیون باید روی تئوری‌های توسعه بیشتر کار بکنه و محور عمده تئوریش رو و تفکرات خودش رو قوی تر بکنه در رابطه با توسعه. توسعه به معنی و مفهومی که ایشون تعریف کردن، و اون هم در واقع نوزایی و زایش جدید فردی در جامعه که دارای تعریف به خصوصی هست، که اون تعریف مدرن فرد در جوامع توسعه یافته است. نمیدونم ایشون احساس کردن که این خلأ در تئوری های اپوزیسیون وجود داره و اپوزیسیون باید به اون بپردازه، حالا چگونه به این دست یافتن که خود جای بحث و گفتگو هست. بنابراین نقطه نظر مهمی که من از صحبت های ایشون دریافت کردم، یکی حالا سوای ارتباط علتی که در آنچه که در گذشته بودیم و کجا بودیم بود، تعریفشون از توسعه بود که به معنای نوزایی و زایش جدید فرد، و اینکه جامعه توسعه یافته است که فرد درش به این برابری ها و این حقوق ها برسه، و اینکه ما تلاش کنیم به اون سمت، که من فکر میکنم که غایت سکولار دموکراسی و تمام جریان های دموکراسی خواه این هستش که بتونن یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشری داشته باشن، که این حقوق بشر تأمین میکنه اینها رو. حالا اینکه ضعف این تئوری رو دارن اپوزیسیون و چرا و چگونه ایشون به این نتیجه رسیدن، فکر میکنم که بهتره که یک جلسه از ایشون دعوت کنیم تا در رابطه با این تئوری جذب توسعه برای ما صحبت بکنن. به هر روی من نگاهشون رو پسندیدم و احساس میکنم که میتونه جای بحث داشته باشه و برای اپوزیسیون هم بتونه حداقل یه راهی رو باز بکنه، چون اینطوری کلی دستمون چیزی رو نگیره حقیقتا، تا بعد ببینیم که ایشون دعوت میشن و چه خواهند گفت. سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما خانم فرزاد. آقای محمود عبتهی بفرمایید. متشکرم از شما. عرض کنم خودم که توسعه چیست؟ توانایی یک ملت هست که بتونه کیفیت زندگی شهروندهاش رو مدام بهبود ببخشه، یعنی زندگی بهتری رو برای مردمانش ایجاد بکنه و این ادامه دار باشه. خیلی خلاصه اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، در یک سیستمی که بتونه این ویژگی رو داشته باشه، لازمش اینه که در واقع متکثر باشه، همه اقشار جامعه بتونن نقش داشته باشن در سیاست گذاری ها، همه اقشار جامعه بتونن حضور فعال داشته باشن، که وقتی این سیستم به بحران ها و زمان هایی میرسه که حساس هست، بر سر اون گردنه هایی میرسه که باعثی در واقع تصمیمات خاص گرفت یا
برنامه‌های خاصی رو اجرا کرد بتونه بگذرونه اون مشکلات رو و گیر نیفته. مثلا اگر یک سیستم بر پایه یک فرد یا یک گروه شکل گرفته باشه، خب نمیتونه پاسخگو باشه. وقتی شوک‌های درونی یا بیرونی میاد، این سیستم از هم میپاشه. پس اول باید بتونه یک در واقع سیستمی باشه. در این مورد ما از سیستم کشورداریمون صحبت میکنیم که تصمیم گیرها درش، سیاست گذارها درش متکثر باشه. عرض کنم برای اینکه ما بتونیم اون تکثر رو در سیاست گذاری داشته باشیم، نماینده های اقشار مختلف بتونن در سیاست گذاری نقش داشته باشن، قدم اولش همونی که آقای دارابی اشاره کردن، این ایدئولوژی مذهبی که حاکم هست از حکومت جدا بشه، مذهب از حکومت، این نهادها از هم جدا باشن، که اولین قدم هست که این امکان رو بده، مانع نشه. حس ایدئولوژی حذف کننده هم جای اون نیاد، یک ایدئولوژی دیگه هم را. برای اینکه به اونجا برسیم ما از امروز داریم تلاش میکنیم. من این رو فقط در واقع با نگاه به فعالین سیاسی و نیروهای سیاسی اپوزیسیون امروز میگم. به نظر من اپوزیسیون سکولار دموکرات از امروز، یعنی همون کاری رو باید بکنه که مدت هاست ما داریم میگیم، یعنی که یک آلترناتیو متکثر بتونه ایجاد بکنه از نیروهای سکولار دموکرات که بتونه در اون زمانی که از این حکومت میگذره جاینشین اون بشه، که بعد بتونه بر مبنای عقلانیت سیاست گذاری بکنه و تصمیم گیری بکنه و اون معضلاتی که در راهش پیش میاد و بحرانهایی رو پیش میاد با عقل انسانی و تجربه انسانی و با علم در واقع علم موجود باهاش در واقع تصمیم گیری بکنه و از پسش بر بیاد. من توضیح بیشتری ندارم راجع به این که چه میشود در واقع بیشتر از این انجام داد، ولی فکر میکنم امروز از نظر سیاسی از همینجا شروع میشه که ما یاد بگیریم با همدیگه با نگاه‌های مختلف همکاری بکنیم در چارچوب اون قوانین سکولار دموکراتی که میخواییم بهش برسیم. خیلی ممنون آقای عبتهی. آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله بفرمایید. بله، عرض کنم که میگن که یک قصه بیش نیست، همه عشق رو از هر زبان که میشنوم نامه کرده است. این عجب که از هر زبان که میشنوم نامه کرده. سخنان دکتر منصور نامکرر بود اما راجب غم عشق بود، یعنی اینکه ما به قول خودشون سه تا کجا داریم، از کجا آمده ایم، الان کجا هستیم و به کجا میخوایم بریم. من فکر میکنم اصلا اپوزیسیون نباید زیاد وقت خودشو صرف اون دوتا کجای اول بکنیم. به هر دلیلی که بود ما یه خیزی برداشتیم که روی باند بریم جلو و از رشد به شکوفایی و توسعه برسیم و سقوط کرد. راجب اینکه چرا سقوط کرد، تقصیر باد بودش که انداختش، خلبان ناشیگری کرد، اینا همشون میشه مورد بحث قرار. ولی اینکه کجا هم هستیم باز بر هممون روشنه. مسئله میرسه به اینکه کجا میخوایم بریم. در اینجا یک نکته ناگفته و بارز اما و دو تا نکته گفته هم در سخنان آقای دکتر منصور بود که برای من جالب بود. نکته ناگفتش این بودش که ایشون نیامد وارد این بشه که اون چیزی که اسمشون میذاریم اپوزیسیون واقعا یه امر واحدی نیست، بلکه تلویحا گفت اپوزیسیونی که من دارم راجبش صحبت میکنم اپوزیسیون خواستار توسعه است و خواستاری توسعه خواستاری عرض کنم که مدرنیت و بنابراین راجب اون بخشی از اپوزیسیون که نمیتونه حکومت اسلامی بخواد، نمیخواد حکومت استبدادی بخواد و غیره نیست. به اون اپوزیسیونی ایشون توجه داره که حامل این خواست رشد و مدرنیت.
خب در نتیجه بدون ناگفت بدونی که گفته باشه داره حوزه رو تنگ میکنه و مشخصات اون اپوزیسیونی رو که در نظر داره بیان میکنه، یعنی اون فاعلی که این افعال رو میتونه انجام بده. و بعد دو تا نکته بارز و روشن و آشکار مطرح میکنه. یکی این که چرا اپوزیسیون قادر نشده اون فاعل رو به وجود بیاره، و یکی این که برای به وجود آوردن اون فاعل چه شرطهایی لازمه. در مورد موانع ایجاد آلترناتیو، ایشون از ترس صحبت میکنه، ترس از استبداد، ترس از مقامات موروثی بودن، ترس از آشفتگی ناشی از فروپاشی حکومت و غیره، که اینا همه باعث شده که اپوزیسیون آلترناتیو ساز نباشه. بنابراین خب باید بر این ترس‌های خودش غلبه بکنه تا بتونه به طور بالقوه تازه آلترناتیو ساز بشه. نکته دومی که ایشون صحبت میکنه اینه که حالا این اپوزیسیون آلترناتیو ساز که خواستار توسعه و مدرنیته باید به اصطلاح ایشون پارادایم شیفت یا تغییر در بنمایه ها رو توجه داشته باشه. با این بنمایه های فعلی که در جامعه ما چه در داخل و چه در خارج وجود داره، این اپوزیسیون نمیتونه به اون مقاصد خودش برسه. اما اینکه چگونه باید این بنمایه ها عوض بشه، دکتر منصور مثل بقیه متفکرین ما وارد جزئیات نمیشه. شما نگاه بکنید در همین مجلسان ما آقای شهرام آریان میاد راجع به این که ما نیاز داریم که بنمایه های فکریمون رو عوض بکنیم. آقای رامین پرهام میاد همین حرف رو میزنه. آقای دکتر قرچه‌داغی توی گیتی مداری شماره 10 ما راجع به همین صحبت میکنه که تا موقعی که این بنمایه ها در جامعه ما عوض نشه یا اپوزیسیون تصمیم نگیره که در راستای تغییر این بنمایه ها انرژی بگذاره، همه اون ترس ها سر جای خودشون خواهند. بنابراین من از پیشنهاد خانم فرزاد استقبال میکنم که دکتر منصور رو دعوت بکنیم که یک بار دیگه در مهستان تشریف بیارن و درباره این که چگونه می شود بنمایه ها، همون چیزی که دکتر مهندس قرچه‌داغی بهش میگه که فرهنگ، این بنمایه ها رو چگونه می شود نو کرد، بروز کرد، کارآمد کرد و همه این حرف ها. یعنی اینا این قضیه مرغ و تخم مرغ رو در اپوزیسیون ما ایجاد میکنه که آیا ما اول باید داریم بنمایه ها رو عوض بکنیم بعد در صدد تغییر حکومت بر بیاییم، چون اگه بنمایه ها عوض نشه حکومت بعدی هم همون نهبتی خواهد بود که این حکومت هست، یا اینکه نه بریم سراغ این که این حکومت رو ساقط بکنیم، یک حکومت طالب توسعه و مدرنیزم رو بیاریم جاش بگذاریم و اون حکومت شروع کنه از طریق آموزش و پرفرز، از طریق رسانه‌های عمومی در نوسازی بنمایه‌ها. به نظر من به این ترتیب سخنان دکتر منصور به عنوان یک متخصص و متفکر اقتصادی دقیقاً در همون راستای حرکت میکنه که بقیه متفکرین ما عمل میکنن. من چند روز پیش با آقای شهرام آریان که صحبت میکردم میگفتم اینقدر راجع به گذشته و نمیدونم الان در چه وضعیتیم، یک کمی هم راجع به این که چگونه میخواهیم به اون آینده متعالی خودمون برسیم، لوازمش چیه، صحبت بکنیم. ما هممون احتیاج به امید داریم به این که این بنبست خطرناکی که همینطور جامعه ما رو داره میبره به طرف اضمحلال و سقوط،
شکسته بشه و ما بتونیم وارد یه شاهرایی بشیم که ما رو به آزاد ایران و آبادمون برسونیم. این جواب هنوز از طرف اپوزیسیون به دقت داده نشده. من از طرف همه شما ها و از طرف اعضای مجلس با دکتر منصور صحبت خواهم کرد و از ایشون تقاضا خواهم کرد که تحت این عنوان که چگونه بنمایه ها رو باید نوسازی کرد بیان و یه صحبت جدیدی داشته باشیم. مرسی. مرسی از شما. خانم سارا فرزاد بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. بله، و من در پایان این پادکست مایلم این رو بگم که علارغم این که آقای منصور به اپوزیسیون خاصی اشاره نمی کردن، ولی من از تعاریفی که در رابطه با مفهوم توسعه و زایش فردیت انسان ارائه می کردن که در چه چارچوبی این فردیت مفهوم پیدا می کنه، فکر می کردم که در واقع استنباط همین بود که استانداردهایی که حکومت سکولار دموکرات رو دارن می دن. یعنی ایشون وقتی می اومدن ریز می شدن در رابطه با این که باید برابری حقوق فردی وجود داشته باشه، برابری جنسیتی وجود داشته باشه، حقوق فردی انسان ها در نظر گرفته بشه، آیتم هایی رو که اشاره می کردن همه در قالب یک جامعه سکولار دموکرات تعریف می شد، ولی خب ایشون اشاره مستقیم نمی کردن به این موضوع. این بود که می خواستم بگم که حالا ایشون دعوت میشن بیشتر ازشون سوال میکنیم، اما سوال نکردم. من استنباطم این بود که ایشون داره به حزب یعنی حزب که نداره به جامعه سکولار دموکرات اشاره میکنه به عنوان یک جامعه توسعه یافته و مدرن. سپاسگزارم.